کشور چین مسلمانان این کشور را به دلیل فعالیت های تبلیغی تحت فشار قرار می دهد و حتی به زندان محکوم می کند. منابع آگاه در پلیس چین اعلام کردند که مسئولین امنیتی و پلیس این کشور از فعالیت گروهی از مسلمانان که در فضای مجازی به تبلیغ دین مبین اسلام می پرداختند جلوگیری کردند و نیز یکی از مبلغان مسلمان را دستگیر و به دو سال حبس محکوم کردند. شیخ هونگ 49 ساله که با تشکیل دو گروه در نرم افزار تلفن همراه ویچت به معرفی اسلام و قرآن مشغول بود توسط پلیس چین مجرم شناخته و به دو سال حبس محکوم شد وی از طریق گروه هایی که در این نرم افزار تلفن همراه داشت به جذب بیش از 100 نفر در هر گروه پرداخته بود و مباحثی در مورد آموزه های قرآنی و نیز پرسش و پاسخ را مطرح می کرد. بر اساس اعلام وبسایت دادرسی آنلاین چین فعالیت های این مبلغ دینی برخلاف فعالیت های معمول دینی بوده و قوانین مربوط به ممنوعیت استفاده از اینترنت در راستای مباحث دینی را زیر پا گذاشته است. گفتنی است در سالهای اخیر مقامات امنیتی و اطلاعاتی چین سطح نظارت و گشت زنی های پلیس در مناطق مسلمان نشین به خصوص منطقه جینجیانگ را افزایشی چشمگیر دادند. این مقامات هدف خود را مقابل با انتشار اسلام در چین که به گفته آنها دینی وارداتی از آسیای مرکزی و خاور است اعلام کردند این در حالی است که سابقه ی حضور دین مبین اسلام و مسلمانان در چین و دیگر کشورهای شرق آسیا به بیش از صدها سال قبل باز می‌گردد.